حکم شرعی اعمالی نظیر سربریدن و ایجاد رعب و وحشت در جنگ چیست؟ آیا با استناد به شریعت اسلام و منابع فقهی که ظرفیت تفسیرهای مختلف و گاه متضاد را دارد می توان به نبرد نظری با داعش رفت؟ مفتیان گروه دولت اسلامی یا داعش اعمالی مانند ترور، کشتار جمعی، سربریدن و زنده زنده سوزاندن انسانها را در زمان جهاد نه تنها جایز که حتی واجب شرعی می دانند. از دید داعش هدف جهاد رفع فتنه از عالم است و مجاهد فی سبیل الله بدون کشتار جمعی و ساقط کردن دشمن از هستی نمیتواند جهاد را آغاز و مرحله به مرحله پیش ببرد. به عبارت دیگر آنها به استناد قول مشهور النصر به رعب نصرت یا پیروزی را در گروه ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن میدانند. این در حالی است که گروهی دیگر از اسلام شناسان ترور، کشتار بیگناهان و محاربه را حرام شرعی می دانند و آن را با مسلمات قرآنی و فقهی در تعارض. مبانی که داعش استوار می کنه جنگ خودش رو و اعمالی که حالا ما شاهدش بودیم در یکی دو سال گذشته رو بعضی دیگر کلن غیر شرعی می دانند، اون چیزی که اونها واجب شرعی لحاظ می کنند. نظر شما چه هست؟ چرا فکر میکنید که اون چیزی که از دید اونها واجب شرعی است خلاف شرع قلمداد میشه؟ واقعیت این است که این پاسخ پرسش شما در گروه باکاوی و بررسی مبانی فقهی و اجتهادی در اسلامه. از یک طرف میبینیم در تفسیر متون و منابع همواره خانش ها و برداشت ها و فهم های مختلفی وجود داره و این هم اختصاصی به اسلام یا مسیحیت یا یهودیت نداره، بلکه برمیگردد اصولا به خانش هر متن که حالا این بحث های تفسیری و قواعد تفسیر و معیارهایی که برای تفسیر گذاشتن از گذشته در متون اسلامی و در تفسیر اسلامی و تا این زمان ما که بحث های معرفت شناسی و بحث های هرمنوتیک مطرح شده، برای اینکه به همین پرسش پاسخ بده که چگونه میتوان از یک متن، حالا از یک مقاله بگیرید تا یک کتاب بگیرید، متن مقدس مذهبی تا غیر مذهبی، چگونه میتوان و چگونه میشود در عمل فهمها و برداشتهای مختلف و متنوع داشت. ولی جدای از اون مسئله در چارچوب فقه و اجتهاد اسلامی، مسئله برمیگردد به یکی قواعد به اصطلاح علم و اصول و قواعد اجتهاد که خب دیدگاه ها متفاوته در اسلام و در شیعه، ادله اجتهاد متفاوته در اهل سنت، مذاهب مختلف معیارهایی از گذشته تعیین کردن و اینا هم البته همش جزو مثلا برسخته های بشری، یه چیزی نیست که از قرآن و خدا و دین و مذهب ناشی شده باشه. و بخشی از اینا هم برمیگردد به نگاه مجتهد و نگاه کسی که به این مبانی و ادله نگاه میکنه، برداشت های مختلف و متنوعی که از اون ارائه میده و میتونه ارائه بده. به همین دلیل هم هست که در بررسی ادله فقهی و اجتهادی میبینیم که از گذشته از همون صدر اسلام بله. تا الان برداشت های متفاوت و در مواردی برداشت های متضادی هم شده و در نتیجه میبینیم که یک چیزی از نظر یک فرد یا یک مجتهد جایز میشود، در نزد فقیه دیگر جایز نمیشود. انواع و اقسام اختلافات و آرای فقهی در میان فقهای شیعه در میان خودشون از یک سو و بعد در تفاوت و تعارض فقهای شیعه و سنی هم از طرف دیگه، به ویژه اینکه شیعه یک دیدگاه مبانی کلامی جهانشناسی تاریخ نگری داره که اون مثلا در اهل در تشیع نیست، نگاهی که به امامت داره، عصمت داره، علم امام داره، نمیدونم که امثال اینها، همه اینها سرریز میکنه و این اختلاف آرا و فتاوا رو ایجاد میکنه و اینم داستان قدیمی هست و البته همه این فتاوا و نظرها در چارچوب گفتمانی فقهی. ببخشید اشاره فرمودید به اینکه به هر حال این همیشه وجود داشته، این تعارض و تضادها در فتواها و برداشت از دین. اون چیزی که امروز داره دیده میشه، یعنی خانشی که داعش داره ارائه میکنه از اسلام رو، شما فکر میکنید که از جنس همون دعواهای همیشگی یا نه این یه چیز کاملا بدی و تازه است؟ یعنی به طور معرفتی و به طور کلی اگر نگاه کنیم، ماهیتاً از همون جنس اختلافات دیدگاه ها و فتاوای گذشته. فراموش نکنیم ما در همون قرن اول اسلام، یعنی بعد از 40-50 سال گذشته از آغاز اسلام، شما نگاه میکنید
خوارج رو دارید و خوارج هم تقریبا یک چنین برداشت هایی داشتن و بعد هم فرقه های مختلف نمیدونم شیعه و سنی و گروه های مختلف اینا رو داشتن، بنابراین جنسن از همونه. اما با همه این حرفا اون چه که امروز داعش انجام میده برخی از اینها توجیهاتی در گذشته تاریخ در قرآن، حدیث، روایات، فتاوای فقهی داره که حالا برداشت اینا چقدر درست و نادرسته بگذاریم، ولی بعضی از کارهایی که اینها میکنن و بعضی از رفتارهایی که اینا نشون میدن اینها به تعبیر فقهی خلاف شرع بینه، به این معنا که عموم فقها، نمیخوام بگم که نظر شاذ و عرض کنم که بسیار نادری وجود نداره یا نمیتونه وجود داشته باشه، منطقا میتواند که برداشت دیگری متضاد این هم یه فقیه دیگه داشته باشه، ولی غالبا به اصطلاح با آرای تقریبا اجماعی عموم فقها و به اصطلاح مجتهدین شیعه و سنی خلاف شرع بین به حساب میاد. نمونهش مثلا ترور هست به عنوان یک اصل و به عنوان یک قاعده، یا کشتن افراد بیگناه، زنان، مردان، غیر نظامی ها، کسانی که هیچ نقشی در هیچ جنگی یا امثال اینها ندارن، این یا همون جوری که در نوشته اخیرم آوردم توجیه شرعی شما در این اعمال مطلقاً نمیبینید. اجازه بدید نظر آقای خلجی رو هم بشنوم. از نظر خود من بله هیچ توجیهی نمیبینم، اما در این حال منکر این نیستم که ظرفیت تفسیرهای دیگری هم به صورت شاذ و ناظر میتونه وجود داشته باشه. متشکرم جناب خلجی. درست مسئله این ظرفیت هست، یعنی که آقای اشکبری خودشون یک شخصیت شناخته شده هستند و جزو روشنفکران دینی به شمار میان، یعنی کسانی که میخوان تفسیری از دین بدن که با جهان جدید سازگار باشه. در همین دو سه روز گذشته ما در اخبار دیدیم که خب از یه طرف آقای اشکبری مقاله نوشتن و سه فعل حرام شرعی داعش رو برشمردن و از طرف دیگه کسان دیگری مثل آقای مکارم شیرازی و آقای صافی گلپایگانی هم اعمال داعش رو محکوم کردن و غیر شرعی خوندن. خب سوال این هست که چجوری میشه که یک دستگاه فکری هم بتونه یک کسی مثل آقای یوسفی اشکبری رو به یک نتیجه برسونه و هم بتونه کسانی رو که در نقطه مقابل فکری او هستن به همون نتیجه برسونه؟ آقای اشکبری گفتن که این نزاع‌ها جدید نیست، قدیمی است، و درستم میگن. از زمانی که اشاره کردن خوارج، مسئله تکفیر، مسئله فرق فرق شدن، مسئله طرد کردن یکدیگر و خشونت علیه فرق و ملل نهل اسلامی وجود داشته. ولی سوال این هست که آیا فقها، آیا کسی مثل آقای یوسفی اشکبری فکر نمی کنن که زمان اون فرا رسیده که بپرسیم چرا این نزاع 1400 ساله پایان نمیگیره؟ و آیا مشکلی در این دستگاه فقهی نیست که نمیتواند به این خشونت هایی که با تکنولوژی جدید و با نظام سرمایه‌داری جدید میتونه در ابعاد وسیع‌تر و غیر قابل باورتری گسترش پیدا بکنه، چرا نمیتونه این خشونت ها رو پایان بده؟ ببینید سوالی که کانت در آغاز دوران مدرن کرد این بود، بله، که فلسفه 2000 سال سوالایی رو مطرح میکنه که جواب نمیده، پس لابد اون سوال ها غلطن. اگر ما به این نتیجه برسیم که این مسائلی که ما داریم مشکلات معاصر هیچ کدوم معاصر نیستن و سابقه 1000 ساله دارن، بنابراین ما باید اون دستگاه نظری رو نابسنده بدانیم، ناکافی بدونیم و مخدوش بدونیم. من معتقد هستم که با زبان فقهی، با مفاهیم فقهی به جنگ تاریک اندیشی فقهی نمیشه رفت. فقه اساساً مبتنی بر پیشفرض‌هایی است که خود اون پیشفرض‌ها مولد خشونتند، یا خشونت پنهان دارند یا خشونت آشکار دارند، مبتنی بر تبعیض سیستماتیک هستند، مبتنی بر یک رابطه خشن و غیر انسانی میان انسان و خدا هستند. در فقه رابطه انسان و خدا رابطه ارباب و رعیت، ارباب و بنده است، ببخشید، رابطه ارباب و بنده است، رابطه اطاعت، رابطه مولا، مولا و عبد اصطلاحی است که در فقه بسیار فراوان به کار میره. تمام این مفاهیم نشون میده که بنیاد فقه غیر انسانی است.
حالا شما از این بنیاد فقه میتونید مثلا سن بلوغ رو از 9 سالگی بکنید 13 سال یک ذره تلطیفش بکنید، یا این فعل یا اون فعل رو در حقیقت بگید که نه خوب نیست درست نیست، ولی اساسش رو نمیتونید تغییر بدید. بنابراین اون چیزی که ما در فقه داریم مجموعه از پیش‌فرض‌هایی است که اولا اخلاقی نیستند، یعنی با اخلاق به مفهومی که ما امروز میشناسیم ناسازگارند، و ثانیا از نظر علمی هم روششناسی تفسیری، هم مباحث الفاظ و مباحث زبانشناسی، هم مباحث تاریخی مبتنی بر روش‌هایی‌اند که همونقدر امروزه در علوم جدید اعتبار دارند که هیئت بطلمیوسی و طب سنتی قدیم. بسیار متشکرم. اگر پاسخ اندکی کوتاه‌تر بگیریم جنابش که بریم، ممنون‌تر خواهم شد. بفرمایید. بله، من با جناب آقای خلجی که به هر حال از یه جا آمده ایم و امروز هم حداقل در کلیات با هم توافق نظر داریم و در یک مسیر قرار داریم، در اینکه فقه نابسنده است، در اینکه فقه اساس و بنیانش بر یک پیش‌فرض‌های نادرست هست و بسیاری از مسائل اشکالات در علم و اصولش، نمیدونم که متدولوژیش، فلسفه دینش، فلسفه فقهش و امثال اینها توافق داریم، هیچ بحثی درش نیست. منتها در واقع باید به این سوال پاسخ داد، یعنی اون چه که مهم هست که باید امروز روشن بکنیم این است که خیلی خوب، حالا همین فقه با همه اشکالات و ایرادایی که داره و این فقه بیش از 1200-1300 سال به هر حال تمدن اسلام گفتن تمدن فقه محوره و درست هم هست و مسلمانان هم و زیست جهان مسلمانان و مؤمنان هم همواره با فقه تعیین تکلیف شده، با همون احکام خمسه ای که علما و فقها گفتن از قبل از تولد تا بعد از مرگ امور مکلفین رو فقه و فقاهت و شریعت و عرض کنم که شریعت مداران تعیین میکنن. این یه واقعیت تاریخی است. حالا من بپسندم نپسندم، ایراد داشته باشه نداشته، داستان دیگری است. ولی سوال اساسی این است که آیا همین فقهی که الان وجود داره، دو تا سوال هست که باید جواب بدیم بنده و آقای خلجی. یکی این که آیا ما ذات‌گرایانه به فقه نگاه میکنیم، یعنی معتقدیم این فقه همه اشکالای اصولی و مبنایی که داره و درستم هست، آیا واقعا در ایش هیچ گونه رفرم و تغییر و تحولاتی به نفع آزادی، به نفع دموکراسی، به نفع حقوق انسان و رفع خشونت وجود داره یا نه، که بنده پاسخم مثبت معتقدم هست. و مسئله دوم، ببخشید، مسئله دوم هم این است که به هر حال ما با این فقه چه کار میتونیم بکنیم. بنده معتقد هستم که در چارچوب همین مبانی فقهی موجود هم میتوان خشونت زدایی از دین کرد، میتوان با داعش و داعشیسم هم مقابله کرد و مبارزه کرد. جناب خلجی، آیا فقه قابل اصلاح هست یا خیر؟ و دو، به هر حال وجود داره، چه باید کرد باش؟ ببینید، این اصطلاح ذات‌گرایی به نظر من فریبنده است. شما نمیتونید در برابر هر استدلالی بگین که آیا این ادعای من ذاتش مشکل ذات داره یا ذات نداره. هر چیزی رو نمیتونید با به اصطلاح اتهام ذات‌گرایی به طرف مقابل موجه بکنید. ما داریم از یک مجموعه مبانی و روششناسی صحبت میکنیم، مثل اینکه یک کسی امروز تصمیم میگیره برای از میان بردن طاعون و وبا به جای توسل به دارو و مواد شیمیایی از دعا و ورد استفاده بکنه. و اگر شما انتقاد بکنید، بگید که آیا شما معتقدید که همه وردها در همه زمانها نمیتونن طاعون رو از بین ببرن یا این ورد مشکل داره؟ بنابراین این ورد رو میشه اصلاح کرد. این استدلال ها غیر علمی است. اما من معتقدم که دستگاه فقهی یک مجموعه از پیش‌فرض هاست. من کاری به ذات ندارم. ما داریم از یک مجموعه مفاهیم صحبت میکنیم. یک مجموعه مفاهیم، یک مجموعه پیش‌فرض ها، اینها نه از نظر علمی موجهند، نه از نظر تاریخی موجهند. و گفتم تفاوتشون با علوم تاریخی و اجتماعی و زبانی امروز تفاوت طب قدیم و پزشکی جدیده. تفاوت هیئت بطلمیوسی است و تفاوت فیزیک کوانتوم هست. شما نمیتونید هیئت بطلمیوسی رو اصلاح بکنید. و در مورد بحث دوم، من فکر میکنم که آقای اشکوری یک نکته رو نادیده میگیرن. دست کم 150 سال گذشته در جهان اسلام رو هم رها کنیم، در ایران ما از نظر حقوقی و از نظر سیاسی رشد کردیم. به تدریج جامعه ایران از چنبره اقتدار دینی و اقتدار فقهی بیرون آمده. یک مثال سادهش زنهای ما هستند. نگاه کنید به شیوهی که زنهای ما امروزه زندگی میکنن
در خیابون راه میرن، استقلال مالی دارن، طالب برابری حقوقی بله. هستند، تفاوت بین ارث رو نمیپذیرن و مادران و مادر بزرگهاشون در 100 سال گذشته. شریعت در 150 سال گذشته در ایران و فقه عقب نشینی کرده. هم خود شریعت به وسیله فشار اجتماعی و افزایش مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی عقب نشینی کرده، هم علما و مراجع تقلید دیگه صاحب اون اقتدار انحصاری مطلق نیستند. بنابراین این که آقای اشکبری میگن که فقه همه جا مسلطه و چنان چنبر انداخته بر حیات مسلمین که ما بدون این نمیتونیم ادامه حیات بدیم و تنها راه این هست که ما فقه رو اصلاح بکنیم، این از نظر تاریخی درست نیست و راهی رو که ما میتوانیم برای اصلاح جامعه و کاهش خشونت و اشکال مختلف در کوتاه مدت پیدا بکنیم این هست که اولاً رابطه بین فقه و اسلام رو در یک نظام آموزشی و تبلیغی برای مردم، برای عموم مردم توضیح بدیم که این رابطه رابطه است غیر مقدس. و دومی یعنی کوتاه جناب خلجی، و دوم این که نظام حقوقی سکولار دموکراتیک و موافق با حقوق بشر رو به تدریج همونطور که از مشروطه تا الان کردیم به تدریج وارد نظام حقوقی کشور کنیم. جناب اشکبری، تا اینجای کار در واقع، حالا اگه برگردیم به بحث ابتدایی خودمون، اگر برداشت فقهی داعش از اسلام رو، برداشت خانش داعش از اسلام رو نادرست بدونیم، آقای خلجی معتقدن که با استناد فقه که شما هم معتقدید که بنیادهاش بر پیشفرض‌های بعضن نادرست، حالا به قول جناب خلجی عموماً نادرست قرار دارن، نمیشه داعش رو، نظرش رو رد کرد با استناد فقه. ببینید چرا نمیشه رد کرد؟ ببینید همیشه این یک قاعده است در طول تاریخ، ما تاریخی به قضیه نگاه کنیم، همیشه رفرم و ضد رفرم در یک بستر در یک مجموعه شکل گرفته. تحولاتی که در همین غرب اتفاق افتاده که امروز جلوی چشم ما هست، در همین جا به هر حال رفرم مذهبی از دل همون سنت مذهبی کاتولیکی درآمد، نامش رو پروتستان، پروتستان هم در طول این 450 سال هی مرتب دچار تغییر تحول شده. 1400 سال تاریخ اسلام هم همه دعواها منازعات در درون همین فرهنگ اسلامی بوده. حالا یکی از این ور به این حدیث روایت استناد میکنه، اون یکی دیگه به اون یکی، این یکی به این فقیه و اون فقیه. به هر حال بعدم در همین تاریخ معاصر خودمون نگاه کنیم، بله بنده هم به لحاظ تاریخی معتقدم تا یه تغییرات اجتماعی و مدنی و تمدنی و فرهنگی و آموزشی در سطوح جامعه مطرح نشه، پرسش‌های تازه مطرح نمیشه و پرسش‌های تازه هم مطرح نشه، فقها با پرسش‌ها و چالش‌های تازه مواجه نمیشن و عقب نشینی نمی‌کنن. من عقب نشینی رو از جامعه، این از واقعیت، از عین به قول قدیمی‌ها به ذهن می‌بینم. از این نظر با آقای خلجی من اختلاف نظر ندارم، ولی همه حرف اینه، دو نکته است. نکته اول اینه که در همین تاریخ معاصر فقها به هر حال فقط عقب نشینی نکردن، بلکه در تغییرات مثبت هم نقش داشتن. نقشی که فقهای نجف داشتن، علمای سگانه نجف که برای اولین بار آمدن کلمه جمهور رو در کلمشون آوردن، در فتواشون آوردن که به اجماع مسلمین نمیدونم حکومت جمهور در عصر غیبت از آن مثلا جمهور مردم است، حکومت از آن جمهور مردم است. بله فکر جمهور و آزادی اینها از دل فقه در نیامده بود، ولی در نهایت این فقها بودن که با این دیدگاه مثبت برخورد کردن و راه مدر شدن و راه آزادی و راه مشروطه رو باز کردن. این نقش فقها بود. مگر نائینی کتاب تنبیه الامه رو که نوشت مگر راه آزادی رو باز نکرد؟ دیدگاه تفسیری بسیار بدعت آمیز و نوآورانه ای که راجب علم امام، راجب عصمت امام مطرح کرد، علم امام و عصمت امام رو به پارلمان و مجلس متخصصان واگذار کرد، اینم از همون قواعد علم اصول استفاده کرد، و از قاعده دوم آقای اشکبری کوتاه استفاده کرد. و نکته دوم هم فرمود دو نکته است. بله بله، نکته دوم هم همینه که به هر حال ببینید آقای خلجی، من و شما که در اوتوپیا و در آرمان هم که زندگی نمی کنیم، همه مطالبی که شما میگید الان نواندیشان دینی دارن انجام میدن، همون مبانی رو دارن تغییر میدن، نسبت فقه تغییر میدن. نواندیشان دینی، البته بندم اگر جزء اونها باشم، بندم فقه محور نیستم، بندم همه زندگیمو با فقه تنظیم نمی کنم. ولی ما ایمو عرض کنم که 1.4 میلیارد مسلمان،
ما اینو عرض کنم، این همه انبوه مؤمنان مقلد، درسته امروز اقتدار فقها نسبت به گذشته کم شده، اما در این حال شما اگر بخواید که با بنیادگرایان مثل داعش و ابوبکر بغدادی بخواید مواجه بشید، باید با حقوق بشر با اینا بحث بکنید، با ایمان الظواهری میتونید، با ملا عمر میتوانید با حقوق بشر بحث بکنید. خب طبعا باید فتاوای فقهی، دیدگاه‌های فقهی از همین ظرفیت‌های محدود فقهی هم که وجود داره، گفتمان حقوق بشری جابش که ولی معتقدید که ضرورتاً نمیتونه پاسخگو باشه آقای خلجی. و نکته دیگری که اشاره کردین این هست که چرا نهضت اصلاح دینی در اروپا میتونه موفق باشه اما در اسلام نمیتونه. خب اینا مقایسه‌های درستی نیست به نظر من از نظر تاریخی. بگذاریم که آیا تجدد واقعاً محصول اصلاح دینی بود یا به عکس، ولی شما دارین دو دوره تاریخی که فاصله 4 قرن 5 قرن دارند و از اون طرف هم دو بستر تمدنی متفاوت و دو به اصطلاح نظام حقوقی متفاوت رو دارین با همدیگه مقایسه میکنین و طبیعتا نتایج نادرستی ازش میگیرین. ببینید روحانیت ما از زمان نائینی تا الان از نظر فقهی تنزل پیدا کرده. از زمان نائینی تا الان یک فقیه به قوت نائینی در حوزه های علمیه شیعه به وجود نیامده، یک فقیه به قوت آخوند خراسانی به وجود نیامده. الان حوزه های ما، فراموش کنید حقوق بشر و هرمنوتیک و علوم جدید و اینها رو، حوزه های علمیه اسلامی علل عموم و حوزه های شیعی علل خصوص نسبت به گذشته نزدیک خودشون در انحطاط فکری و رکود فکری به سر میبرند. الان درس خارج هایی که در قم گفته میشه، در حقیقت تفاوت عمده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب این بود که ما قبل از انقلاب حوزه ها حرفای 200 سال حرفا رو تکرار میکردن منتها به زبان عربی، بعد از انقلاب تکرارها شده خلاصه تر و به زبان فارسی و از روی جزوه ها درس میدن و تعداد کسانی که درس خارج میگن به دلیل امتیازهای سیاسی و اجتماعی بسیار فراوانتر از استادان سطح شده به نسبت، و بعد کیفیت تحصیل و سطح تحصیلی به شدت افت کرده. آیا دستگاه روحانیت که به شدت آلوده ثروت دنیوی و قدرت سیاسی هست اساساً توانایی رفرم جدی علمی و اسلامی رو در نظام سنت داره؟ آقای خلجی، همین رو با آقای اشکیوری بپرسیم، به هولوش 3 دقیقه فرصت داریم. جناب اشکیوری یک کنیم دقیقه بحث پایانی شما بفرمایید. بله ببینید دوست گرامی ما آقای خلجی میگن هی به اصطلاح ذکر مصیبت میکنند و مشکلات میگن و نارسایی‌های رو میگن که من فکر نمی‌کنم اختلاف نظری وجود داشته باشه. همه به اصطلاح مسئله و پرسش مهم اینه که آیا امکان این به اصطلاح ظرفیت و اجتهاد تازه در همین فقه و سنتی به اصطلاح علم اصول ما، قواعد علم اصول ما وجود داره یا نه؟ بنده معتقدم، ثبوتاً و اثباتاً معتقدم که وجود داره. در مشروطه این کار شده، بعدن شده، در دوره انقلاب شده، بعد از انقلاب شده. شما یه فقیه برجسته متزلهی مانند آیت الله منتظری دارید که ایشون برای اولین بار در میان فقهای اسلام و فقهای شیعه آمد گفت که کشتن و چون نظر اجماعی فقها اینه که کسی که از دین به اصطلاح مرتد شد برگشت قتل کشته باید بشود. اما در این آیت الله منتظری آمد یکی نظر از مواردی که در مقابله با داعش به هر حال از طرف حالا فقها مطرح شده به خاطر دارید. یه مورد خیلی مشهورش مفتی الازهر بود که گفتش که اینها کارهایی که میکنن خلاف اسلام هست، و بعد مجازاتی که گفت باید اینها رو محکوم کرد دقیقاً از جنس همون کارهایی بود که داعش انجام میده. چون شما بحث حقوق بشر رو مطرح کرده گفتی که حقوق بشر نمیتونه پاسخ بده، بعضی دیگر معتقدن که تنها گفتمانی که ممکنه بتونه پاسخگو باشه مقوله حقوق بشر هست. مثلا آقای مشتهد شبستری هم همین رو مطرح کرده که در بحث ناتوانی فقه از دید ایشون برای پاسخ به این مسائل آنچه که میتونه پاسخ بده حقوق بشر و استناد به اون هست. خیلی کوتاه ببینید این در سطح کلان قبول بندم ده ها مقاله، صدها سخنرانی در فضیلت حقوق بشر گفتم، اما همه بحث مشکل بنده و شما و روشنفکران آقای شبستری نیست. بحث اینه که شما در جامعه مقلدین به طور خاص عرض میکنم
در جامعه مقلدین که مقلدین رساله عملی مرجع تقلید خودشون میگیرن عمل میکنن، یا بنیادگراهای مثل داعش و ایمن الزواهری و ملا عمر و ملا عمرهای ایران خودمون، شما با اینا نمیتوانید با زبان حقوق بشر صحبت کنید، راه به جایی نمیبرید. بسیار خوب. آقای خلجی یک دقیقه. یک نکته مهم این هست که ما نمیتونیم یک چاقویی بسازیم که هم دست خودمون رو ببره هم دست دشمنمون رو. بنابراین اگر از حلال و حرام صحبت کردید، این یک معیاری است که همه جا عمل میکنه و حلال و حرام اساساً تنش‌زا، خشونت‌زا، انسان ستیز، مبتنی بر تبعیض و خلاف حقوق بشر هست. خود دوگانه حلال و حرام، دوگانه واجب و حرام، یک دوگانه انسان ستیز و تبعیض‌آمیز هست. بگذاریم بحث چرا شو. از طرف دیگه فراموش نکنید که آقای خمینی فتاوایی داره که به مراتب بسیار سازگارتر هست با جهان امروز تا بسیاری از علمای قشری، از جمله کسانی مثل آقای صافی. ولی این موجب نمیشه که نظام فکری آقای خمینی یک نظام فکری مطابق با حقوق بشر و دموکراسی باشه. سپاسگزارم. مهدی خلجی در واشنگتن و حسن یوسفی اشکوری در بن آلمان. بسیار متشکرم از هر دوی آقایان و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید.